یک جمله هم امیر المؤمنین دارن، می فرماید ان الله یبتلی عباده، ان الله یبتلی عباده به اعمال سیئه، بالاعمال سیئه، به نقص ثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات، لیتوب تائب و یقلع مقلب و یتذکر متذکر. خداوند بندگان خودش رو بر اثر اعمال ناپسند و زشت مبتلا می کند به نقص از ثمرات و حبس برکات، خیر خوبی در منزلش و در مغازه‌اش نازل نمیشه. گاهی مبتلا به گرفتاری میشه، مبتلا به مصیبت میشه، با دردها و رنجهای مختلف مواجه میشه. چرا؟ لیتوب تائب، تا انسان توبه در درگاه الهی داشته باشه، و یقلع مقلب، انسان دست از گناه و معصیت برداره، و یتذکر متذکر. من حدود 10 تا نمونه از مشکلاتی که بشر به دست خودش برای خودش پیش میاره با تکیه بر روایات محمد و آل محمد. یادداشت کردم که خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد. قسمت مهم از بلاها مربوط به خود انسانه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. نمونه های مختلفی که در روایات و احادیث آمده، یک، گاهی انسان حرف بیجا میزنه، یک حرف ناروا بر زبانش جاری میشه، مشکلی رو برای خودش و خانوادهش ایجاد میکنه. رب کلمت سلبت نعمتن و جلبت نقمتن. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید چه بسا انسان یک حرف نپخته، یک حرف نسنجیده بر زبان جاری میکنه، باعث ایجاد مشکلاتی برای خود و اهل و عیالش میشه. رب کلمت سلبت نعمتن، نعمتی رو از خودش سلب میکنه، و جلبت نقمتن. گاهی این حرف رو پدر خانم به داماد نمیزد خیلی بهتر بود، گاهی این حرف رو داماد به مادر زن نمیزد خیلی بهتر بود، گاهی این حرف رو این برادر به برادر بزرگترش نمیزد خیلی بهتر بود، این مشکلات پیش نمی آمد. رب کلمت سلبت نعمتن و جلبت نقمتن. گاهی انسان شوخی بیجا میکنه، آبرو و حیثیت و وجاهت خودش رو تو جامعه از دست میده. امام میفرماید بلاء الانسان فی لسانه. این مشکلی که برات پیش اومد به خاطر شوخی بیجا بود. لا تمزح فیذهب بهاؤک. شوخی بیجا نکن که حیثیت خودت رو از دست بدی. گاهی انسان انتقاد بیجا میکنه، انتقاد بیجا به کار و عملش میشه. جواد الائمه علیه السلام در یک سخن مفصلی مطالبی رو میفرماین، از جمله اینه من آبه ایبه و من شتم عجیبه. کسی که انتقاد بیجا بکنه بهش انتقاد بیجا میشه، کسی که دشنام بده جوابشو خواه ناخواه بهش میدن. چهارم، گاهی انسان یک غذای بی خود میخوره، به جای یک پرس غذا دو پرس غذا تناول میکنه، باعث مریضی ها، بیماری ها، گرفتاری ها، مشکلات، دردسرها در زندگی میشه. یک جا عروسی دعوتش کردن، دست پاچه میشه، هول میشه، نمیتونه خودشو کنترل کنه، نمیتونه ضبط نفس داشته باشه، مسلط بر شکمش نیست، میگه چون مفته خودتو هلاک کن. کم من اکلتن تمنع من اکلاتی. ای اگه خودشو کنترل میکرد تا آخر هفته 3-4 جا دیگه دعوتش کرده بودن، میتونست بره، اما یک پرخوری بیجا کرده، خودشو مریض کرده، 10-12 روز تو بیمارستان حبس شده. این معنای همین حدیث امیرالمؤمنینه،
کم من اکلتن تمنع من اکلاتی. مورد پنجم، به ضعیفتر و ناتوانتر از خودش رحم نمی کنه، در جامعه بهش بیرحمی میشه. من لا یرحم لا یرحم. ششم، با افراد جاهل، با افراد غیر عالم مجالست و معاشرت داره، همیشه گرفتار نزاع و خصومت و عداوت و مانند آنه. من جالس الجاهل فلیستعد لقیل وقال. مورد هفتم، صله رحم نمی کنه، عمرش کوتاه میشه. از روایات استفاده میشه، از جمله عواملی که باعث طول عمر انسانه صله رحمه، تزید و فل اعمار. صله رحم باعث میشه عمر انسان طولانی بشه. مورد هشتم، صدقه نمیده، گرفتاری برای خودش به وجود میاره. از صدقه تدفع البلا، صدقه باعث دفع و رفع بلا خواهد شد. مورد نهم، پولش رو بیجا مصرف میکنه، در مسیر درست و منطقی و عقلانی هزینه نمیکنه. چرخ و پر روزگار مجبورش میکنه در مسیر باطل و در مسیر نادرست هزینه کنه. امام صادق علیه السلام میفرماید من منع ماله من الاخیار اختیارن صرف الله ماله الى الاشرار اضطرارن. کسی که پولش رو در راه درست، در مسیر افراد خوب، اخیار صرف نکنه. من منع ماله من الاخیار اختیارن صرف الله ماله الى الاشرار اضطرارن. یکی از مسئولین در چندین سال قبل رفته بود دیدن یکی از جانبازان و از افرادی که معلول بود در زمان جبهه و جنگ. این جانباز وقتی این آقای مسئول مملکتی رو دیده بود، احساس عطر یا عطر کرده بود در بدن و لباس او. گفته بود شما عطر یا عطر لا ضبطش مختلفه، همراهتونه؟ گفته آره. گفته اگه میشه به من لطف کنیم. این بند خودم یک مقداری تشکیک کرده بود، تردید پیدا کرده بود که این حالا عطر رو بهش بده یا نده. اما هوای نفس اجازه نداد این عطری که در جیبشه به اون جانباز انقلاب و معلول انقلاب اسلامی بده. گفت راستش اگه خودم خریده بودم بهت میدادم، اما سفارش کردم از خارج کشور برای من خریدن آوردن، به سختی برام فراهم شده. بخل میورزه. یک عطر مثلا حالا بگین 100,000 تومان، 50,000 تومان به پول امروز دریغ میکنه و بخل میورزه به این رزمنده مجاهد بده. او هم دلش میشکنه. دقت کنید، میگه ما رو بگو، رفتیم برای این مملکت اسلامی جان دادیم، دست دادیم، پا دادیم، مجروح شدیم، با مشکلات مواجه شدیم. این آقا یک عطر داره از خودش دریغ میورزه و بخل میورزه که به ما تقدیم کنه. یک ساعت، نیم ساعت بیشتر نمیگذره، این آقای مسئول مملکتی میره دستشویی، تا خم میشه بنشینه اون شیشه عطر وارد سنگ دستشویی میشه، دو دستی میزنه تو سرش، میگه ای کاش این شیشه عطر رو به این رزمنده مجاهد داده بودم. این معنای همین حدیث امام صادق علیه السلامه، من منع ماله من الاخیار اختیارم صرف الله ماله الى الاشرار اضطرارم. یک نمونه. نمونه دوم، یک آقای از حج برگشته بود، دو تا سه تا گوسفند میخواستن جلو پاش قربانی کنن. پسر 14-15 سالش اومد گفت پدر، یک فقیری اومده میگه 5 سیر گوش به من بدین، بهش بدم. گفت نه نه نه، اصلا این کار رو نکن، این 50 تومن رو بگیر، چون قضیه مال چند سال پیش بوده، 50 تومن بهش بگیر و بهش بده، ردش کن بره. من 2 شب دیگه 245 تا مهمون دارم، 3 تا گوسفند که کشتیم میخوام انشالله کباب کنیم بدیم مهمونا بخورن. لیستش هم تو سفر، تو موقعی که سوار هواپیما بودم آماده کردم مثلا لیست مهمونا رو. 50 تومن 100 تومن میدن اون فقیر و بیچاره رو ردش میکنن.
گوسفند رو که سلاخی میکنن، پوست میکنن، میبرن توی فریزر میگذارن، این بچه های همسایه میامدن رفت و آمد داشتن، بچه ها، مهمان ها، تو زیرزمین بوده ظاهرن، دو تا سه تا گوسفند که کشته بودن تو فریزر میگذارن، بچه ها در حینی که بازی میکنن یکی از بچه ها شرارتش گل میکنه، میره این دو شاخ فریزر رو میکشه بیرون. هوا گرم بوده، هوا تابستانی بوده، اینا متوجه نمیشن، علم غیب هم که ندارن. بعد از 24 ساعت که مراجعه میکنن در فریزر رو باز میکنن، میبینن بوی تعفن و گند و مانند آن از فریزر بلند شد. چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ چوب خدا صدا نداره. من منع ماله من الاخیار اختیارن، صرف الله ماله الى الاشرار اضطرارن. این نه مورد